سرخط خبرها. بزرگراه‌های خوناشام، نه به خاطر کیفیت جاده، بلکه سرعت زیاد. بسی که در مسیر کابل قندهار حادثه کرد، بیش از 30 تن را به کام مرگ فرستاد. عقب نمایندگی میره، جای مخصوص است، شیش یا چرس خود استفاده میکنه، بعد بالای جلو میزن. احتمال بلند رفتن کم پیشینه میزان واردات و صادرات افغانستان با ایران تا یک هفته دیگر. افغانستان و ایران با راه آهن وصل می شوند. و در قرن 21 نهادهای علمی بدون اینترنت. دانشگاه کابل و 24 ولایت دیگر از چندی به این سو اینترنت ندارند. در یک رویداد ترافیکی در بزرگراه کابل قندهار 34 مسافر جان باخته و دست کم 21 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود بسیاری مسافران سوختند و جسدهایشان شناسایی نشده است. مسئولان ترافیک در این رویداد راننده بس مسافربری را مقصر می دانند که از قندهار به سوی کابل در حرکت بود. محمد غازی رسولی گزارش می دهد. رویداد ترافیکی مرگبار یک باری دیگر در بزرگراه کابل قندهار. بامداد یک شنبه یک تلر با واسطه مسافربری 9303 در مسیر شاهراه کابل کندهار برخورد کرده که دست کم 34 تن جان باختند و بیش از 20 تن دیگر همراهی بیمارستان شدند. مسئولان امنیتی گفتند پس از برخورد هر دو واسطه آتش گرفته و بسیاری از جسدها سوختند و قابل شناسایی نیستند. سلام دوستان شهیدان سویدی چه شهیدان که مشومان انجونی زنان زوانان اسپنجر شامل دی یو اشتن زخمیان سویدی چه در یو اشتن در جمله سخش پشتن در کندار ولایت انتقال سویدی پینزلستان فیلن در کلات پر مرکزی روختون که تر تداویلن دیدی متاسفانه پر در سلور دیش اشتاده که طول سوزیده لیدی و تقریبا شپشتن چه یو دیرش پیسته در دست امکان لری چه شناسایی سی اغا مکلات را انتقال کرد. ریاست ترافیک به احتیاطی راننده بس مسافربری را علت اساسی این رویداد میگوید و تاکید دارد که در بسیاری موارد راننده های واسطه های مسافربری از مواد مخدر در مسیر راه استفاده میکنند. وقتی راننده واسطه نقلیش در دهن دروازه نمایندگیش استاد است، مسافرین در داخل واسطه نقلی است، اما او چی میکنه؟ در داخل خود امو نمایندگیش برش انواع مواد مخدر است. در عقب نمایندگی میره، جای مخصوص است، شیش یا چرس خود استفاده میکنه، بعد بالای جلو میشینه. این رویداد در ساحه جندک در مربوطات ولایت زابل رخ داده است، جایی که در کنترل طالبان قرار دارد و شاید به همین دلیل کمک فوری به آسیب دیده ها صورت نگرفته است. وزارت ترانسپورت هم هیئت را برای بررسی هرچه بیشتر این رویداد خونین گماشته است. همزمان با این برخی از مسافران در مسیر شاهراه کابل کندهار از بی احتیاطی راننده ها و شرکت های ترانسپورتی سخت انتقاد می کنند. دولت باید وجهت پاملرن او چه در مشاران تا باید خپل وقت شی ضرر پر خپل وقت به انتظار نه ورسید دغه وقت ورک چې پردا وقت په تدل ترسیه جابل سره کندهار ته پر کلا کې باید سره ټکشنی پر غزنی کې ورټکشن. با این هم مسئولان بهداشتی در ولایت زابل می گویند تا حال 18 زخمی به بیمارستان مرکزی این ولایت رسیده و حالت مجروحان را قناعت بخش می گویند. روز پوری اطل سفر ولایت روختون تا زخمیان را وریدیم. سی انشالله در طول زخمیان وضعیت سم ده او روز پوری اطل دانی جسدون انتقال سویدی. نور داده تاس موتر بینی جسدون روز وزیلی دی. هویت بسیاری مسافران به علت سوختگی مشخص نشده است. اما گفته می شود در میان قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز وجود دارند. رویدادهای ترافیکی در کشور پس از جنگ و حمله های هراس افغانانه بیشترین قربانی را از مردم افغانستان می گیرد. اما انتقادها این هستند که حکومت هیچ تلاشی برای کنترل شاهراها نکرده است. تا پایان این هفته افغانستان از طریق راه آهن به ایران وصل می شود. وزیر شهرسازی ایران می گوید که قطعه سوم راه آهن خاف هرات که دو کشور همسایه را به هم وصل می کند در هفته جاری به بهره برداری می رسد. با گشایش این راه آهن صادرات و واردات کالاهای بازرگانی کشور به ایران و دیگر کشورها افزایش می یابد و ایران هم به کشورهای آسیای میانه وصل خواهد شد. تمیم شهید. دومین راه آهن که غرب کشور را به ایران وصل می کند. این را از خاف آغاز و با پیمودن 191 کیلومتر به شهر هرات ادامه می یابد و در کل چهار بخش دارد. بخش اول و دوم آن در خاک ایران و سوم و چهارم آن در افغانستان موقعیت دارد.
ایتالیا تعهد کرده که بخش چهارم رایاهن خاف هرات را که ولسوالی غوریان را به شهر هرات وصل می کند با هزینه 90 میلیون دلار تکمیل کند. تا هنوز تنها مطالعات مقدماتی این را تکمیل شده است. اما پایان این هفته بخش سوم این رایاهن گشایش می‌یابد، بخشی که دو کشور را با هم ارتباط می‌دهد و 62 کیلومتر طول دارد. قرار است پایان این هفته ارتباط ما از طریق راهن با افغانستان گشایش یابد. ما با دنبال سیاست راهن آسیایی هستیم و می‌خواهیم راهن را با کشورهای آسیایی توسعه بخشیم. بهره‌گیری از این رایاهن مبادلات بازرگانی و ترانزیتی را میان دو کشور افزایش می‌دهد و نیز در امنیت منطقه اهمیت بسزایی دارد. گذشته از آن کالاهای بازرگانی به سرعت و با هزینه کمتر وارد کشور خواهد شد. دویسی که مربوط ایران میشد کارش خلاص شده بود. خوشبختانه که ایران فاز سیومش از کمک‌های بالا ایواز خود که مربوط افغانستان میشتور اجور میکنه و فاز چهارمش هم که قرار بود خود افغانستان جور بکنه این هم از طریق ایتالیا از کمک‌های بالا ایواز ایتالیا جور میشه. رایاهن خاف هرات از ایستگاه خاف آغاز و از رای غوریان به زندجان و از آنجا تا نزدیکی‌های فرودگاه هرات ادامه می‌یابد و این را پس از رایاهن حیرتان مزار شریف دومین رایاهن کشور است که افغانستان را به کشورهای همسایه‌اش وصل می‌کند. از یک هفته به این سو اینترنت دانشگاه‌های دولتی پایتخت و دانشگاه‌های 24 ولایت قطع است و مشکلات زیادی را برای این دانشگاه‌ها به وجود آورده است. برخی استادان دانشگاه می‌گویند این وضعیت روند تحقیق و کارهای علمی در این دانشگاه‌ها را با مشکل روبرو کرده است. وزارت تحصیلات عالی می‌گوید خدمات اینترنتی برای دانشگاه‌ها از سوی ناتو فراهم شد، اما اکنون این پروژه پایان یافته است. قطع اینترنت دانشگاه کابل و دانشگاه های 24 ولایت دیگر استادان و دانشجویان را به مشکل روبرو کرده است. دانشگاه های ولایات از 20 روز به این سو و دانشگاه کابل از یک هفته به این سو نت ندارند. اما وزارت تحصیلات عالی تا اکنون نتوانسته این مشکل را حل کند. دلیلش این هست که با به سر رسیدن موعد قرارداد شرکت هایی که خدمات اینترنتی را می کردن وزارت خانه های مسئول مثل تحصیلات عالی و مخابرات به موقع وارد عمل نشدند که مشکل قراردادها را بتونن به موقع حل کنند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که قرارداد اینترنت که با ناتو بود تکمیل شده و به زودی قرارداد دیگر در هماهنگی با وزارت مخابرات با یک شرکت آسیایی بسته خواهد شد. یک پروژه دیگه ما روی کار است که به نام پروژه تنفور است. این پروژه از طرف شبکه تحقیقی و تحصیلی جنوب شرق آسیا تمویل میشه که امی پروژه ما با می پروژه تنفور وصل میشه. دانشگاه ها مکان های آموزش و تحقیق هستند. استادان و دانشجویان برای کارهای عملی و تحقیقیشان نیاز جدی به نت دارند، اما قطع نت و بی‌توجهی وزارت تحصیلات عالی در این مورد می تواند اعتبار این دانشگاه ها را زیر پرسش ببرد. سلام دوباره، بیننده خبرها از یک هستید. پلیس کابل 4 تن را به زن انجام حمله های انتحاری بازداشت کرده است. فرمانده پلیس کابل میگوید این افراد قصد داشتند در بخشای از کابل حمله های انتحاری را انجام دهند. پلیس میگوید این افراد افزون بر فعالیت های حراس افگنانه در قتل ها و جرم های سازمان یافته نیز دست داشتند. توجه بیشتر مسئولان امنیتی پس از بلند شدن ناامنی در کشور. شهر کابل از جمله پایتخت های ناامن در جهان به شمار می رود. در کنار حملات انتحاری، افراد مسلح غیرمسئول نیز بر بلند رفتن سطح ناامنی افزودند. حالا 4 فرد که متهم به حملات انتحاری اند از سوی پلیس کابل بازداشت شدند. گروپ تروریستی 4 نفری که شما می بینین اوج استاد هستند که چندین جنایات مرتکب شدند. ترور کردن، مجروحیت کردن، انفجار کردن. افراد بازداشت شده که یک تن را در ولسوالی 4 آسیاب کابل نیز به قتل رسانیدند، در بدنهایشان مهر زده شده است که گویا کلید بهشت است. ترور معلم زفر، معلم ظریف در ولسوالی 4 آسیاب بود. کسی بود که معلم بود، فقط گناهش اینمی که معلم بود و در لوگر تدریس که بکد مردم ها و اوج از طرف اینمی باندای تروریستی تهدید شد که تدریس نکو و ای آمد در ولسوالی 4 آسیا مسکن گزین شد. اینمی گروپ تباکار و جنایتکار آمد او را
ترور کردند و شهید ساختند. شهر کابل در سال جاری شاهد حمله های انتحاری زیادی بوده است که خونین ترین آن حمله انتحاری دهمزنگ کابل گفته می شود. اما چیزی که همواره انتقاد شهروندان را برانگیخته این است که چرا نیروهای امنیتی و کشفی نمی توانند امنیت پایتخت را تامین کنند. تا چند روز دیگر قندوز به شهر صلح و ثبات مبدل خواهد شد. مرادعلی مراد که عملیات تندر چهاردره را برای نابودسازی طالبان در قندوز رهبری میکند میگوید طالبان در این ولایت نابود میشوند و قندوز را برای قندوزیان به شهر صلح و ثبات مبدل خواهد کرد. در همین حال نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر لشکرگاه ادامه دارد و بزرگراه قندهار هلمند برای ترافیک بسته است. عملیات نظامی برای نابودی دهشت افغانی، عملیات تندر 14 که به هدف سرکوب طالبان و پاکسازی ساحات ناامن از وجود دهشت افغانان راه اندازی شده است. معاون ستاد ارتش که رهبری این عملیات را بر دوش میکشد میگوید طالبان را در تمامی قندوز نابود کرده و قندوز را به شهر صلح و ثبات مبدل خواهد کرد. ما ان قریب شهر قندوز، شهر صلح، شهر ثبات، شهر زندگی برای مردم قندوز اعلان خواهد کرد. مردم عزیز قندوز بدانند تشویشی که ده روز پیشتر داشتند و تماما شایع پراگنی های عمال بیگانه را که اونا میشنیدند، ترس و وحشتی که همیشه در خانه های مسکونیشون احساس میکردند امروز سراغ بکنم در کجا پنهان شدی. اما در جنوب کشور در هلمند طالبان حملاتشان را شدت بخشیده و نبردهای سنگین در لشکرگاه و برف نقاط دیگر این ولایت همین اکنون ادامه دارد. تیرش بچه کما صاحبند تا وسلوال مخالفین رو برید کرده ده هغه ده دو همه یوزه کمی پوسته چی رزی کلا نکلا وسلوال مخالفین سایر گروپونه لری چی پا غزه بنده بریدونه کوی خو افغان عملیاتی ځواکونه کوم تلفات بلري او فعلاً وضعیت په غزه کې کنټرول دی. برخی اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند اگر دولت مرکزی توجه جدی بر وضعیت امنیتی این ولایت نکند طالبان هلمند را تصرف خواهند کرد. وضعیت ډیر وخیم دی، خراب دی او د هر لحظه دی 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 تمام انتظار کیږي چې د شهر ته د دولت په استوال مخالفین داخلي از موږ پر خلک پتر کندوز ډیر خراب سي سخت به عزت او او ارڅوب مدلات څخه ولاړ سي. په دې باندې موږ معلومات لرو بریدونه پر شروع شوي دي، خو هغه هم خپل تکتیک په کار اچي چې دولت پر دې باندې په یو ځای کې برلاسي شي کوي کیږي دی بل ځای دولت د مصرفیت لپاره ځان بوختي نو د خلکو اندېښنې په دې کې راډي رسوي چې دا د ښار امنیتي او زاده پر هغه او په پوستو باندې جنگ دی په تیر ورځې وي پوستي سکوت هم کړی و. طالبان از دو روز بدیل سو حملاتشان را بر مرکز هلمند شدت بخشیده و همین اکنون نبردها در حوزه دوم لشکرگاه میان طالبان و نیروهای امنیتی ادامه دارد. در نبردهای چندین ساعته که بیش از 30 طالب از اثران کشته شدند. یکی از علت‌های نابسامانی‌ها در کشور میزان بلند بیسوادی است. عبدالله عبدالله در مراسم گرامی‌داشت از هفته سواد می‌گوید سطح بیسوادی در افغانستان بسیار بلند است. همزمان یونسکو می‌گوید سواد آموزی یک امر مهم است که در دهه پسین با وجود تلاش‌ها در بخش آموزش و پرورش به فراموشی سپرده شده است. گرامی‌داشت از هفته جهانی سواد. اینجا در قصر سپیدار رئیس اجرایی، شماری از وزیران کابینه و شماری از سفیران کشورهای خارجی گرد آمدند تا هفته سواد را گرامی بدارند. اما سطح بلند بیسوادی در افغانستان یکی از نگرانی های جدی پنداشته می شود. اگر ناامنی را در کشور می بینیم، اگر مشکلات می بینیم، اگر فساد اداری است، اگر ظلم است، اگر خشونت است، اگر هر چیزی که هست، یک عاملش یقین بکنین که کمسوادی و بیسوادی هم هست. وقتی کسی که سواد نداشت یک چیزی را به نام انعنه بالاش تحمیل میکنن، یک چیزی را به نام حکم دین بالاش تحمیل میکنن، بزور بدون از اینکه حکم دین بوده باشه.
رئیس اجرایی میپذیرد که حکومت تا کنون نتوانسته آنچنان که باید با بیسوادی مبارزه کند. دکتر عبدالله در این باره خواستهایی از جامعه جهانی نیز دارد. توقع ما است که از مؤسسات همکار، از وزارت معارف گزارشات واقعی بینانه را بیارین، گزارشاتی که مبتنی بر واقعیت باشه. اگر مشکل ما زیاد است، بگوین که مشکل ما زیاد است، اما هر مشکل رای حل داره. نماینده یونسکو نیز از گراف بلند بیسوادی در کشور ابراز نگرانی میکند، اما بر ادامه همکاری برای مبارزه با این پدیده تاکید دارد. برنامه های یونسکو در افغانستان دارای یک چارچوب مستحکم و پایدار بوده که تقریبا 50% برنامه های سوادآموزی را تمویل می کند. همچنان یونسکو از دولت افغانستان برای کاهش فساد در تمام سطوح ستایش می کند و آرزو دارد که این کشور با مبارزه خود در راستای عمل شدن برنامه های ما در افغانستان ادامه دهند. از هفته سواد در حال بزرگ داشت می شود که بر بنیاد واپسین گزارش یونسکو تنها 34% مردم افغانستان با سواد هستند. تا لحظات بعد. معامله پنهانی پاکستان با شبکه القاعده. پسر رئیس پیشین ستاد ارتش پاکستان با دو دختر ایمن و زواهری تبادله شده است. دفتر انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که چالش‌های امنیتی در افغانستان مانع تطبیق اهداف انکشافی پایدار در این کشور شده است. مسئول آسیای جنوبی برنامه انکشافی ملل متحد که از نیویورک به افغانستان آمده است میگوید چالش‌های امنیتی در افغانستان سبب شده تا این کشور امسال نتواند سطح عاید ملی اش را افزایش دهد. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان بنابر مشکلات موجود با موانعی روبرو شده است. افزایش ناامنی ها و خشونت های جاری در افغانستان تطبیق برنامه های انکشافی پایدار را با موانعی جدی روبرو کرده است. دفتر انکشافی سازمان ملل متحد میگوید چالش های امنیتی در افغانستان مانع تطبیق اهداف انکشافی پایدار شده و این کشور در سال روان نتوانسته است سطح عایدات ملی را افزایش دهد. سازمان های بین المللی و جامعه جهانی درک می کنند که چالش های امنیتی در افغانستان مانع تطبیق این اهداف شده است و گزارش های بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی پول نیز نشان می دهد که افغانستان در سال روان نتوانسته به شاخص ها و اهداف بلند بردن سطح عایدات ملی اش دست یابد. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان بنابر مشکلات موجود با موانعی روبرو شده است. اما وزیر اقتصاد میافزاید که این وزارت موظف شده تا از روند هماهنگی و تطبیق مؤثر اهداف انکشافی پایدار به گونه منظم نظارت و ارزیابی کند. وزارت اقتصاد موظف است که ایره با تمام وزارت دیگر هماهنگ بسازیم تا اهداف انکشافی پایدار که تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی جامعه را احتوا میکنه این میره در برنامه های وزارتخانه های دیگر و ادارات کشور ایره یک جا و هماهنگ بسازه. مراد می افزاید که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشخص شد که کشورهای حوزه آسیای جنوبی یکی از مناطقی است که بیشترین جمعیت زیر خط فقر و دور از رفاه اجتماعی را در خود جا دادند. به همین لحاظ کشورهای این حوزه به شمول افغانستان چالش های بیشتر را فراراه خود دارند. وزیر اقتصاد می افزاید که برای نایل آمدن به اهداف انکشافی پایدار افغانستان 8 ماه پیش روی بومیسازی و هماهنگی هدف ها و شاخص ها کار را آغاز کرده است. تا یک ماه دیگر افغانستان یک آزمون بزرگ در پیش رو دارد. سران حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل شرکت می کنند. نشستی که در آن باید به گونه قناعت جامعه جهانی را فراهم آورند و تعهد دراز مدت مالی و حمایت سیاسی دست کم 4 ساله را به دست آورند. در کنار این حکومت افغانستان باید به جامعه جهانی تعهد کند که در برابر دریافت این کمک ها چند مورد مهم را اجرایی سازد. از جمله مبارزه جدی با فساد اداری که در حال حاضر شانه به شانه ناامنی کلانترین چالش در برابرش است. امشب در حاشیه خبر این پرسش را مطرح می‌سازیم که آیا حکومت افغانستان برای به دست آوردن تعهد تازه در نشست بروکسل می‌تواند جامعه جهانی را قناعت بدهد؟ اگر پاسخ بله باشد چگونه؟ امیدوارم ما را همراهی کنید.
سلام دوباره در حاشیه خبر امشب با اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت مالیه و همچنان آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان عزیز بسیار زود خوش آمدین. سلام آقای عبدالرحیم‌زاده با شما میخواییم که آغاز کنم که دولت افغانستان با چه دستاورد میخواید در نشست بروکسل شرکت کنه و از جامعه جهانی تقاضای تعهد سیاسی و مالی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت استاد و تمام مردم افغانستان تقدیم میدارم. تشکر از برنامه‌تان. قسمی که شما یادآور شدین، حکومت افغانستان به خاطر کنفرانس بروکسل که قرار است به تاریخ 4 و 5 اکتبر در مرکز بلژیم در بروکسل برگزار شود، آمادگی های کامل داره. شما در جریان هستید که امروز ما نشست برد مشترک انسجام، نظارت و انسجام انجام دادیم موفقانه. این نشست هم به هدف زمی دایر شده بود که ما در قسمت آمادگی هایی که برای کنفرانس بروکسل داریم یا کارهایی که تا فعلا انجام دادیم برای جامعه جهانی که نمایندگانشان حضور داشتند، برای از اونا ارائه شد و مورد بررسی و تحلیل و بالاخره قناعت از اونا حاصل شد. میشه نکات برجسته این مورد آمادگی ها را بگوین؟ مثلا دولت افغانستان چه مسائلی را میخواد بهش بپردازه؟ ما میخوایم یک موضوع براتون واضح بگویم که اول ما تعهد برای مردم افغانستان داریم، برای افغانستان داریم، بعد از او جامعه جهانی. کدام تعهد؟ یعنی سرزمین میم. یعنی هرگز تو فکر نشه که ما صرف در تلاش ازی هستیم که جامعه جهانی را قناعت بدیم. ما اول مردم افغانستان را قناعت میدیم. جامعه جهانی کنفرانس های یک وسیله به خاطر رسیدن که ما برای هدفی که برای مردم افغانستان داریم برای از او میشه. ما بالای چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان یا ANPDF کار کردیم. این چارچوب است که بالای موارد مهم بحث شده، از جمله در این چارچوب اولویت های حکومت افغانستان مشخص شده که در 4 سال آینده یا سال های آینده ما کدام اولویت ها را داریم. یک موضوع در این چارچوب بالای از این بحث شده که ما چطور آهسته آهسته به طرف افغانستان خودکفا در حرکت میشیم، چون تعهد ما است که هم با مردم داریم و هم با جامعه جهانی. اما افغانستان خودکفا طبعا سفر است که طولانی و در یک سال و دو سال از او توقع هم نمیشه. و موضوع سومی است که چطور ما بتانیم افغانستان وارداتی را به افغانستان صادراتی مبدل بسازیم که تاثیر بالای رشد اقتصادی افغانستان داره، تاثیر بالای سکتور خصوصی داره و در مجموع تاثیر بالای زندگی مردم افغانستان داره. این از جمله همون تعهدات یا برنامه های ما است که بر اساس از او ما شامل کنفرانس میشیم. و یک موضوع مهم دیگه ای که شما در جریان هستید که بعد از کنفرانس توکیو و لندن حکومت افغانستان با جامعه جهانی یک مقدار تعهدات داشت. با پروگرام طوری بود که تا کنفرانس بروکسل ما می تعهدات جامعه عمل بپوشانیم. خوشبختانه همین فعلا که ما شما صحبت نکنیم، اکثر از این تعهدات جامعه عمل پوشانده شده که اگر در برنامه وقت بود باز بالاش بحث میکنیم. خوب است که اینجا بحث دیگه کنیم. یکی از تعهدات یک چند مثال براتون میگم. یکی از تعهدات مبارزه با فساد است. حالا حکومت افغانستان، دولت افغانستان چه مقدار در عرصه مبارزه با فساد پیشرفت داشته؟ ببینین مبارزه با فساد قسمی که گفتین موضوعی است که در رأس کارهای حکومت افغانستان قرار داره و یک دردسر برای مردم افغانستان هم شده. تلاش ما این است که چطور فساد را در افغانستان ریشه‌کن بسازیم. اما از بین بردن فساد باز هم میگم موضوعی نیست که در یک ماه و دو ماه و یک سال از او توقع شو که به صفر تقرب کنه. اما گام‌هایی که ما در قسمت مبارزه با فساد برداشتیم باز بر اساس اسناد و شواهد است. یک مثال کوچک براتون میگم. کارهایی که ما در سکتور مالی افغانستان انجام دادیم در قسمت مبارزه با فساد، در گمرکات افغانستان، در منابع داتی افغانستان یا در مجموع در سکتور مالی افغانستان قابل لمس است، قابل دید است و بر اساس اسناد و شواهد ما این حرف میزنیم. یک موضوع، چون گراف عواید ما بلند رفت در منابع داتی افغانستان تا یک حد ما اصلاحات ایجاد کردیم، با فساد مبارزه را شروع کردیم، اما هرگز ادعا نمی کنیم که سفر ما به انتها رسید و موجودیت فساد در منابع داتی افغانستان یا در مجموع و صفر تخرب کرده. هنوز هم فساد وجود داره. و موضوع مهم دیگه ای که مرکز عدلی و قضایی که هدف اصلیش مبارزه با فساد است، بررسی دوسیه هایی که ارتباط به فساد میگیره، موضوع از او است. او مرکز هم افتتاح شد، با جدیت و قاطعیت کار جریان داره از طرف لوی سورانولی و دیگه ادارات مربوطه. اما ما یک ماه به نشست بروکسل فاصله داریم، دستاورد قابل لمس وجود نداره از
مرکز عدلی و قضایی موازم و فساد؟ اون مرکز بود که ما یک تعهد داشتیم که قبل از کنفرانس بروکسل ما او را افتتاح میکنیم یا آغاز میشه کار از کارش آغاز میشه. کارش آغاز شده، تعهد ما همی بود. کارش آغاز شده، مبارزه جریان داره، اما باز هم تاکید میکنم که نمیتونیم که در یک ماه و دو ماه و پنج ماه بگیم که فساد به صفر تقریب کرد. اما جامعه جهانی در نشست بروکسل انتظار داره که حکومت افغانستان پیش از اینکه در نشست حضور پیدا کنه حداقل یک چند مفسد کلان در زندان ببینه. ببینید نه تنهایی که در قسمت افراد اقدام صورت میگیره، بلکه در قسمت سیستم ها هم اقدام صورت میگیره. ما در وزارت مالی افغانستان که من حیث مسئول امور مالی کشور است، ما در این عرصه گام های استوار برداشتیم. در گمرکات و منابع دولتی افغانستان بعضی سیستم های اصلی به نام سیکودا، سیکتاس و در اواخر سیستم ای پیمنت یا پرداخت الکترونیکی که یک تعهد ما بود او را انجام دادیم. این باز ما را در قسمت مبارزه با فساد کمک میکنه. یک تعهد دیگه ما داشتیم که پلان 5 ساله مدیریت مالی عامه یا پی اف ام باید شروع شود. خوشبختانه در حدود یک ماه قبل این را ما افتتاح کردیم. نخستین اقدام از وزارت مالی افغانستان و تدارکات ملی افغانستان انجام دادیم. هدف از این پلان 5 ساله هم همی است که ما چطور بتوانیم در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت مصرف بودجه بر اساس اصل مؤثریت و مثمریت و در قسمت رشد اقتصادی و دیگر برنامه های ملی گام های استواری برداریم. یعنی این کارها شده، این گام ها را برداشتیم، اما هنوز هم همی سفر ما جریان داره که چطور بتوانیم روز برسه که ما متعهد افغانستان خودکفا را با مردم خود کردیم، با جامعه جهانی به اون مرحله برسیم. بسیار تشکر. اجازه بدین که از آفیزی سوی بشنیم که این سفر دنباله داره و پایان هم نداره. شما فکر میکنین گام هایی که در راستای مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی افغانستان برداشته میتونه قناعت جامعه جهانی را حاصل کنه تا بتونه تعهد تازه برای حداقل 4 سال آینده بر افغانستان داشته باشه؟ به نام خدا با تقدیم سلام به جناب شما و جناب عبدالیم زیسب و همچنان بینندگان گران قدر تلویزیون یک، اگر بحث یک مقدار در تصویر کلانتر مطرح کنیم، ما با شما عرض میکنم که افغانستان، خود افغانستان و مردم افغانستان ارزش جهانیش به نهایت بالا رفته و مرکز تصامیم کلان جهانی افغانستان است. هم عبورگاه جیو اکانومیک و جیو استراتیجیک و جیو پولیتیک است و او افغانستان منزوی نیست. آسیای شرقی را به آسیای غربی و آسیای جنوبی را به آسیای مرکزی و از این طریق یوروشیا را و شرق دور را به هم وصل میکنه و شرق میانه را. به این خاطر اگر ما شاهد هستیم که دولت ما تعهدات خود را افهام نکرده، کنفرانس های بین المللی در پاریس و در لندن و در توکیو به حکومتی که در حالت جنگ با جامعه جهانی بود خودش و اختلافات بین رئیس جمهور قبلی ما و ایالات متحده آمریکا چیزی پنهان نیست و برخورد لفظی از یا، ولی همو تعهد و همو کمک دادنی به ایمان است که جامعه جهانی دو پول میده تا وقتی که خودشان وجود دارن به افغانستان ضرورت دارن. یکی برای حفظ امی اردویی که تعهد شده و قبول کردن مطابق با پیش از تعهدات متقابل استراتژیک که ما با هم داشتیم، هم امی اردو رو یا تمویل میکردن. و شما دیدین که بعد از ختم شیکاگو در ورشاو هم نه تنها کم نشد بلکه تقریبا 1 میلیارد دلار بیشتر شد. و در کنفرانس لندن، در کنفرانس پاریس، در کنفرانس توکیو اول و دوم هم در اوج تنش‌ها بین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا و متحدینش باز هم و این اوج فساد و اوج مشکلاتی که وجود داشت و نبودی امو حکومتداری خوب باز هم کمک ها داده شد. همی است که کمک ها خیلی زیاد مشروط بود بر مبارزه با فساد اداری. خب نه او یک مینیمم داره که به هیچ صورت دنیا نمیخواد شاهد از این باشه که حکومت افغانستان، حداقل حکومت افغانستان و بیروکراسی افغانستان کلاپس کنه و سقوط کنه. به هیچ صورت این به عنوان یک وظیفه میتن به مردم افغانستان صرف نظر از عملکرد حکومت افغانستان. اینا اجازه نمیتن که وقتی 1 تریلیون دلار در افغانستان خرج کردن باز بیاین و این گپای دیگه یک دراما است.
بله. کدام حرف درست؟ همین حرف ها مثلا در پیش شرط کنفرانس توکیو مبارزه با فساد بود، در پیش شرط کنفرانس پاریس هم مبارزه با فساد بود. اما جامعه جهانی پیش شرط ها را مطرح کرد؟ پیش شرط ها را مطرح کرد، اما وقتی هم که نتانستن در عمل چیزی کردن نتانستن، بازم داد. حرف که چگونه باید اصلاح بازم داد کنن. یعنی عرض من به حضور شما دو چیز است. یکی که ما حتی در عراق ما شاهد ازی هستیم که وقتی که جناهای مختلف قدرت قادر نشدن که حکومت بسازن، یک وایسرا حکومت اداره میکرد اونجا. یک وایسرا آمد، یک کسی غیر عراقی، جامعه جهانی اونجا آمده بودن به اساس منشور ملل متحد و اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد، و اینا اونجا یک دولت متعارفه، یک اداره را، یک اداره ابتدایی را ساختن و اداره میکردن. اگر منافع دنیای جاب بکنه، با وصفی مسائل داخلی ما که فساد است و بیامنی است و دزدی است و دیگه و دیگه است، اینا یک دولت را که ساختن این را چپه نمی کنن. در غیر از او اگر باشه، طور که شما پیشتر فرمودین، شما یک دزدی را که میگه چه دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد. دزدای ما خود دزدای پوت و پنان نیست، کل عالم می فهم، کل ملت می فهم کی دزد است کی نیست. کدام یکی از یا محاکمه شده؟ تو تای 5 سال گذشته. در این دوران با وصف از یکی اداره را بساز، اوی اداره را بساز، در زمان قبلی هم چندین اداره بود. ما در یک چیز براتون میگم، یک وقتای در گمرکات مامورین گمرک پیسه میگرفتن. باز ما وقت رئیس اتاق بودم، به جناب رئیس جمهور و وزرای محترم گفتم که بسیار رشوت زیاد است. باز اونا سانوالی روان کردن که نظارت کنن، امنیت ملی را نماینده اقتصادی چه روان کردن، جرایم اداره جرایم مبارزه با جرایم اقتصادی وزارت داخله روان کردن، فساد اداری اونها هم ارتشا به مبارزه با فساد اداری و ارتشا را گرفتن. ما در عمل دیدم، برام تاجر خوب میامدن هر وقت کسایی که مال داشتن گفتن ما را تباه کردی، شکایت کردی، یک نفر از ما پیسه میگیره ولی 8 نفر میگیره. تعدد تشکیلات موازی و متناظر، این خود سبب فساد است. سارنوالی داریم، قضا داریم، قانون اساسی افغانستان به قاضی، به سارنوال و به هیئت ضبط قضایی که دوسیه را ترتیب میکنه در موارد مختلف، در جرایم اقتصادی ادارات جرایم اقتصادی وجود داره، در مسائل جرایم جنایی وجود داره. خود همین پنداندن همین تشکیلات یک سر و صدا است، یک هیاهوست. حاصلش هیچ چیزی نبوده. شما به همین عرض و طول در 15 سال گذشته برای من نشان بدین که یک دزد چراغدار کس گرفته، یک کسی را که جرم مشهود کرده از اقتصادی، زمین دولت را غصب کرده، دارایی های مردم را چپاول کرده و یک قدر با بی‌حیایی که مثلا همین پول در همین جا خانه های مجلل ساختن، یک قطار یک آدمی که خودش تنخواهش حساب کنی $500 از لحاظ رسمی نیست، اما وقتی که بیرون میبره یک قطار موترهای زیره ایر اسکورت میکنه، یک 20 تا بادیگاردی دارم. امیر خود فسادی نمیاد. پرسانش که از کجا کردی؟ جناب آفیسی. لازم من میگم که پیش شرطی ببخشید نمیگم. پیش شرط این کمک ها خود از اون میفهم که دولت ما چقدر ضعف داره. اول یک دولت ترکیبی دارای دیدگاه های متنوع و متفاوت است. شما سخنهای معاون اول رئیس جمهور دو روز پیش شنیدین. شما دو هفته پیش سخنهای جلاد ماب رئیس اجرایوی دولت اسلامی را شنیدین. شما حرفای جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان را در یک قضایا شنیدین. یک دولت داریم که هنوز یک کوالیشن داکومنت ندارن، هنوز یا سر مسائل کلی توافق نکردن. اینا کل وقت ملی ما را صرف داد و ستد به خاطر تحکیم موازی خود در قدرت صرف کردن. این وزارت از ماست، این وزارت از توست، این وزارت همین خودش فساد است به خاطر از اینکه اینا تمام ارکان دولت در انصار خود گرفتن. اینا مربوط مامورین را که مقرر میکنن از وزرا گرفته تا موینا و تاروسا، اگر در می دو تیم انتخاباتی نباشه بر از اون موقع نمیتن. در حالی که 450 هزار جوان هر سال شامل بازار کار میشه، در بین از 150 هزار نفر باسواد و دارای سویه های مختلف سواد از ماستری و پیجدی گرفته تا به لسانس و بکالوریا هستن، شما به هزاران نفر از با مراجعه میکنن. شما برای ما بگین که خود این فساد نیست که شما
توان ملی یک مملکت محدود بکنین به سهمیه های بین خودتان. اول امیر حل کنین شما. اگر واقعا مبارزه بر ضد فساد باشه، اول دروازه را باز بگذارین. هر کسی که لیاقت داره بر مبنای لیاقت و استعداد و فهم و توانایی کارش بیا کار کنه، نه بر مبنای اینکه متعلق به کی است، با کدام گروه تعلق داره، از طرف کی معرفی شده. بسیار تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. با سلام دوباره بیننده حاشیه خبر از یک هستید. آقای عبدالرحیم زئی، شما در سخنان پیشترتان یادآوری کردین پیش از اینکه ما به کنفرانس بروکسل بریم و جامعه جهانی را قناعت بدیم از دستاوردهای خود، اول باید مردم افغانستان را قناعت بدیم. فکر میکنید که مردم افغانستان از حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد، حکومتداری خوب راضی هستند؟ از موجودیت فساد و از مشکلات هرگز چشم پوشی نمیکنیم. میزان چقدر است؟ کم است؟ زیاد است؟ ببینین گام هایی که دمی با ایجاد حکومت فعلی برداشته شده، درست در قسمت مبارزه با فساد، در قسمت رشد اقتصادی، در قسمت دیگه موارد مهم، باز ما بر اساس از این گفته میتونیم که مشکلات وجود داره، فساد وجود داره، اما بالمقابل اینی کارا رو ما انجام دادیم. اگه سکتور اقتصادی افغانستان باشه یا دیگه مسائل مهم باشه، یک و دوم قناعت مردم برای ما در اولویت قرار داره. کارها و فعالیتایی که ما انجام میدیم به مردم میرسانیم، بحث ما و شما میکنیم، قضاوت اونا میکنن. درست از سر از تعداد زیاد مردم، ما مزد میخوایم حرفایتون رو ختم میکنیم، یک تعداد زیاد مردم از روند مبارزه با فساد اداری، از حکومت داری خوب راضی نیستن. حتی ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را یک حرکت سیاسی میدونن، فقط به خاطر خاک به چشم زدن به جامعه جهانی تا بتونن تعهدات تازه برای حداقل 4 سال آینده به دست بیارن، و فکر میکنن که اصلا مؤثریت ندارن. ببینین جامعه جهانی هم ما گفتن هم میتونیم که در حالت قرار داره که ما چیزی میگیم اونا تحلیل نکنه، بررسی نکنه، امرای ما قبول کنه. یعنی هر کاری، هر تعهدی که ما میکنیم طبعا از طرف از اونا مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره. یک و دوم، در قسمت کمک ها قبلا یادآوری شد، کمک هایی که امروز و فردا به افغانستان میشه با کمک های دیروز فرق داره. فرقش دایی است که کمک هایی که امروز یا فردا به افغانستان میشه کمک های مشروط است، به این معنی که ما با دست خالی بدون عمل شدن تعهد هرگز نمیتونیم کمک جامعه جهانی را به دست بیاریم. یعنی کمک های مشروط ما شرایط خود داریم، بالمقابل جامعه جهانی شرایط خود داره. شرط ما همی است که از یک سو کمک ها بر اساس اولویت های حکومت افغانستان صورت بگیره که خودش تاثیرگذار بالای وضعیت افغانستان است، بالای زندگی مردم است، تا ما را در قسمت پروگرام ها و برنامه های ملی کمک کنه که آیسته آیسته به طرف همو تعهداتی که داریم برسیم. دوم شرط ما این است که هر کمکی که به افغانستان صورت میگیره اکثریتش باید از طریق بودجه ملی افغانستان صورت بگیره که ما را آن بجت میگیم. او باز ما را در قسمت تشخیص و تطبیق اولویت ها کمک میکنه. و شرط از اونا هم می است که تعهدی که ما میکنیم اگر در بخش مبارزه با فساد است، در بخش اصلاح نظام مالی افغانستان است، یا دیگر بخش های مختلف، حقوق اطفال، حقوق بشر، دیگر موارد، هر تعهدی را که ما اگر جامعه عمل پوشانده نتانیم هرگز اونا با ما کمک نمیکنه. ما گفته نمیتونیم که کمک ها به شکل اموتو پیش میره بدون از اینکه ما کدام کار کرده باشیم، ایره ما امرش موافق نیستیم، چون ما در سند حسابدهی متقابل یا اسمف که برای جامعه جهانی ارائه کردیم در نشست پارسال سام یا مقامات عالی رتبه که در افغانستان دایر شد، امو سند که اوج ما ارائه کردیم، در مو سند این موضوع واضح شده که تعهدات ما چی است، مسئولیت های ما چی است، بالمقابل از جامعه جهانی چی است. و یک موضوع را که استاد اشاره کرد، در قسمتی که ادارات مختلف در گمرکات افغانستان وجود داره و این برای سکتور خصوصی، یعنی ما همین مشکل حل کردیم، در هماهنگی با اینا چی کردیم، در کابینه افغانستان طرح ارائه کردیم، گفتیم بعد از این هر دیگه ادارات حق نداره که در گمرک افغانستان مداخله کنه، چون دردسر هم برای ما بود هم برای سکتور خصوصی بود. ما جلو از این گرفتیم بر اساس فیصله کابینه افغانستان، و بعد از این گفتیم هر کسی که هر اداره، اگر سارنوالی است، امنیتی است، دیگه موارد است، هر موضوعی که در منابع داتی افغانستان داره با رهبری وزارت مالیه در تماس میشن، با هم مشترکن میتونیم بر ازوی اقدام کنیم قبل از اینکه ما در جریان نباشیم، قبلا نمتو میشد و اونا خودشون معامله را انجام میدادن که در دسر بر از اینا هم بود و در قسمت صدمه رساندن برای بیت المال افغانستان هم بود.
این کار را کردیم. و یک بار دیگه من تاکید میکنم که آمادگی های ما بر اساس اسناد، بر اساس عمل شدن موارد به خاطر کنفرانس بروکسل ادامه داره. امو رقم که ما موارد عملی در کنفرانس وارسا برای جامعه جهانی دادیم، در این کنفرانس هم امو که به حساب انگلیسی تنجیبل ریزلت یا نتایج قابل لمس، بر اساس از اون داخل کنفرانس میشیم تا کمکه از اینا را بر اساس متعهد و دستاورد و کارهایی که انجام دادیم با دست بیاریم. بسیار تشکر. آقای حافظی، نظر شما در مورد وضعیت سکتور مالی و اقتصادی افغانستان که بنیادهای اصلی انکشاف ملی افغانستان است، در حال حاضر چی است؟ در چه وضعیت سکتور مالی و اقتصادی افغانستان قرار داره؟ میزان سرمایه گذاری ها در چه وضعیت است؟ آیا مردم واقعا راضی هستند از روندی که جریان داره، مثلا مبارزه با فساد در سکتور مالی افغانستان؟ من چند مثال واضح برتون میگم. سرمایه گذاری نیاز به یک بستر مطمئن امنیتی و شفافیت و قانونیت داره. به صدها کارخانه دواسازی ما در محلات مسکونی تولید میکنن، ولی زمین پارک سنتی در اختیار اشخاص و افراد که به ایسی گودام از استفاده میکنن. بیاین همراه ما برین، من پس صدها شبرتون نشان بدم. در حال کنجا باید کارخانه باشه؟ کارخانه میگم، کارخانه بیچاره که بالفعل کارخانه داره، او در خانه مسکونی رفته در بین محلات که من از برازی که در تولید کارخانه وقتی که تولید میکنن محیط زیست محول خود را تخریب میکنن، از نهایت مجبوریت آمدن کارخانه خود اجازه دادن. و کسایی که گودام ها را داره چه افراد هستن؟ مردم های زورمندی هستن که به برخی از بدنه فاسد دولت ارتباط دارن و میگیرن، زور دارن، خلاص دیگه. گپی دومش این است که در سکتور گاز و نفت که ما در پولی مسئله مسئولیت اتاق در مسئولیت چیرم دارم، همین رئیس اتحادیه سراسری شرکت های نفت و گاز افغانستان هستم، من را انتخاب کردم باز یک بار دیگه برای 3 سال، جلسه داشتیم چند وقت پیشتر مجموعی میبودم. در اینجا ما به چشم سر خود میبینم که 3740 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری شده که از لحاظ ظرفیت، از لحاظ ارائه خدمات، امی بخش در افغانستان از بسیاری کشورهای منطقه که در پیش است. مثلا امی استانداردی را که ما در ذخایر خود و در تانکای تیل خود داریم در ایران نیست. ایران یک کشور بسیار پیشرفته است. امی در کشورهای آسیای مرکزی نیست. حتی در هندوستانی که بسیار کشور پیشرفته است و در پاکستان نیست. ما یا هیچ نداریم یا جور میکنیم، بسیار خوب شجور میکنیم. ولی میدونین که با همه تشویقایی که جلال ما رئیس جمهور قبلی افغانستان گفته بود و رئیس جمهور موجود افغانستان میفرمایند و رئیس بیجایوی هم میفرماید که ما سرمایه گذار را تشویق میکنیم، ما براتون میگیم که داقینه بیش از 150 میلیون دلار دو نفر از متشبسین سرمایه گذاری کردن که این ذخیره شخصی از اونه، این ذخیره ملی افغانستان از ذخایر ساختن. یک جریب زمین در اونمونجا 1000 اوانی قیمت نداشت، برای اینکه نه آب است، نه علف است، یک زمینی بلا استفاده ریگزاری است که به درد هیچ چیز نمیخورم. همیا رفتن 150 میلیون دلار جو سرمایه‌گذاری کردن. حال باور میکنید که مامورین دولتی میگه که این زمین همین تسات وردار ببر، ما همین زمین به همین قیمت اگه اجاره میگیری خوب و اگه نمیگیری هیچ. در حالی که قیمت زمین در مقایسه با سرمایه‌گذاری که اونجا شده هیچ است. اون کسایی که مگرد پیش زمین دارن، زمین های شخصی، اینا بر اساس یک لایحه، بر اساس یک مقرر باید بشن داده شد. لایحه چیز؟ قاعده چیز؟ قاعده در دنیا همی است که وقتی که قیمت سرمایه گذاری 10 چند و 100 چند قیمت زمین باشه، قیمت زمین به صورت رایگان به خاطر تشویق متشبث که خدمات عام اقتصاد ملی را انجام میده، ذخیره را خود بر خانه خود جور نکرده، بر دکان خود جور نکرده، برای ملت جور کرده. ما شما 30000 تن ذخیره داشتیم، مال 1,640,000 تن ذخیره داریم. همین خب قیمت این مردم شده. اونمو را به نام یک وسیله ساختن برای اینکه باز برن یک چند رفعه بتن، باز قرارداد تجدید کنن بر 2 سال 3 سال. ما از جلال ما رئیس جمهور افغانستان، جلال ما وزیر مالی افغانستان که میخواد اصلاحات بیاره، تقاضا میکنم که با در تفاهم با اداره اراضی افغانستان، امی اراضی را که خودش سبب رشوت و سوء استفاده و اختلاس و دزدی است، امی را به امی متشبث که 100 میلیون دلار در او سرمایه گذاری کرده قواله بتن، یا قیمت سرش بگذارن، بگیرن امورا برای امی دردی بیدرمانه برای همیشه عملیات کنن، خلاصش بکنن. اما متاسفانه دو مورد مشخصه براتون گفتم، مانند از این صدها مورد دیگه وجود داره که
دو خودش فسادزا است، یعنی مادر فساد است. بسیار تشکر. آقای عبدالرحیم زایی، به عنوان پرسش آخر، حکومت افغانستان چه تعهد را میتونه بده که تا چند سال آینده افغانستان میتونه به لحاظ فراهم آوری بودجهش خودکفا شود؟ امکان داره که این نشست آخرین نشست برای کمک بر افغانستان باشه؟ سند خودکفایی به جامعه جهانی ارائه شده که ما افغانستان خودکفا میخواییم و باز هم طبعا زمانگیر است. یعنی اگر ما بگیم حداقل تا سال 2024 یا در بعض موارد از او که هم بیشتر، به چند دلیل، حتی تا 30 هم میرسه. دلیلشی است که با نظر داشتی وضعیت فعلی افغانستان ای پیش بینی شده و فعلا ما 30% از منابع داخلی افغانستان بودجه خود تمویل میکنیم. متاسفانه 70% تا فعلا از طرف جامعه جهانی تمویل میشه. وقتی که گراف عواید خود بلند ببریم، مسائل اقتصادی را بلند ببریم، طبعا زمانگیر است. این وقت میگیره که ما افغانستان خودکفا داشته باشیم. اما خوشبختانه نشست امروزی هم امیر نشان داد که حمایت جامعه جهانی در قبال افغانستان ادامه داره، اما پالیسی ما این نیست که برای سالهای سال منتظر کمک جامعه جهانی باشیم. پالیسی با سطح حکومت هم است که آیسایست ما به طرف ما افغانستان خودکفا بریم، اما افغانستان خودکفا طبعا مبارزه کار داره، همکاری مردم و سکتور خصوصی و در مجموع جامعه جهانی را کار داره. یک موضوع و در قسمت سرمایه گذاری که اینا قبلا گفتن، ما در قسمت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری هم از بود داخلی را میبینیم، هم از بود جهانی. از بود داخلی همی است که ما شورای عالی اقتصادی را ایجاد کردیم. یگانه شورا یا مرکز است که سکتور خصوصی با جرأت میتونه که طرح و پلان و برنامه خود در حضور داشت رئیس به جمهور و اعضای کابینه ارائه کنه، که در از آدرس شورای عالی اقتصادی با ده ها موارد ما تصمیم گرفتیم، جامعه عمل پوشاندیم. بود جهانیشی است که ما با صندوق و چی پول در هماهنگی با بانک جهانی یک کار کردیم که شامل برنامه 3 ساله از اونا شدیم. برای بار نخست بعد از اینکه شرایطشون برای 9 ما پوره کردیم، چانس پیدا کردیم شامل برنامه 3 ساله شیم. در این برنامه 3 ساله در کنار از اینکه ما در قسمت حمایت سکتور خصوصی، مبارزه با فساد، بلند رفتن هوای دیگه موارد کار میکنیم، یک کامپوننت یا یک موضوع مهمش موضوع فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در افغانستان است. یعنی ای از جمله هم گام های است که ما انجام دادیم. ولده ای ارصد طبعا باز ما سکتور خصوصی را همه ماد شکار داریم که با هم مشترکند کار کنیم و همو مقرره پی 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 یا سکتور آما و خصوصی مشترک او هم نهایی شده، او هم ما را در این قسمت میتونه کمک کنه. بسیار زیاد تشکر. جناب حافظی، به عنوان پرسش آخر، اگر خیلی زیاد کوتاه بگوین که خیلی زیاد خوشبینانه نیست که تا سال مثلا 2030 افغانستان میتونه که خودکفا شوه و بودجه خود را خودش تامین کنه، فراهم بسازه. با توجه به وضعیت کنه، افغانستان پر از منابع استفاده ناشده است. اگر یک دولت مقتدر و پاک ملی داشته باشیم که مخلص باشه، ما بسیار زودتر از آنچه وقت گرفته شده ما به خودکفایی میرسیم. امیال عواید مفقودی دولت ما در حدود 5 میلیارد دلار است سال. همو پیسایی که دزی میشه اگر همو گرفته شوه، افغانستان به خودکفایی بسیار سریع میرسه. در پالیز شورای عالی اقتصادی رو فرمودن، شورای عالی اقتصادی در انصار چند نفر است که بلی میگن برای جلالت ما رئیس جمهور. رئیس جمهور اولا خودش گپ میزنه، در مابینم خودش گپ میزنه، در آخرم نتیجه‌گیری خودش میکنه. در اونجا کس جرأت تذیره نداره که مشکلات مطرح کنه. دیگه به اون خاطر این گپ های شکلی و گپ های فرمالیتی را ما قبول نداریم. بسیار زیاد تشکر. جمله بسیار کوتاه درباره شورای عالی اقتصادی. کسایی را که ما سکتور اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتخاب کردیم، ما انتخاب نکردیم یا روان کردن. یک در این نشست ها ما خودم اشتراک میکنم، اولین صدای رئیس جمهور بالای سکتور خصوصی است. نظریات از اون میگیره. انتخابات تشکیل شده، انتخابات نمی گیره. یا برای ما معرفی کردم، ما نکردیم، معرفی خودتون اورا گرفتین. بسیار زیاد تشکر. معاون شما اجمل حمید عبدالرحیم زای، سخنگوی وزارت مالیه، و آذرخش حافظی، رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از حضورتان در این بس. همچنان ممنون از شما بیننده های یک تا این دم حاشیه خبر را دنبال کردید. خدا نگهدار.